اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اصاره این آیه مبارکه در دو فصل تبیین میشود که فصل اولش درباره تفاوت انبیاء علیهم السلام از نظر درجات رسالت بود و گذشت و فصل دومش درباره پیدایش جنگ و علل جنگ و اینکه جنگ ها هیچ کدام غالب بر اراده حق نیستند و مانند اون خواهد بود. و عمده مطالبی که مربوط به فصل ثانی است جنگ هایی است که در محور ایمان و کفر است، وگرنه جنگ هایی که در بشرهای درنده خوی رو منابع مادی و مانند اون مطرح است اون را در این آیه یادآوری نکردند، چون اون چه که مناسب با فصل اول است جنگ های بعد از رسالت است و اون چه هم که در خود فصل دوم آمده است محور جنگ ایمان و کفر است. پس به شهادت این دو شاهد که یکی در فصل اول ذکر شده است و یکی هم در درون فصل دوم تعبیه شد، منظور از مقام ثانی جنگ های ایمان و کفر است، نه جنگ های مادی که برای دریافت منابع مادی یکدیگر باشد. و دو تا قیاس استثنایی است که در هر دو قیاس استثنایی قدرت حق مطرح است، یعنی اگر خدا بخواهد که اینها جنگ نکنن جنگ نمی کنن، اما خدا اینها را آزاد گذاشته است. چه این که اگر خدا بخواهد که اینها ایمان بیاورن مؤمن خواهن شد، ولی خدای سبحان اینها را در پذیرش یا نکول آزاد گذاشته است که تا انسان در سایه این آزادی به کمال برسد. مطلب مهم آن است که در هیچ یکی از این موارد، یعنی چه در مسئله جنگ و چه در ریشه جنگ که ایمان و کفر است، مشیت و اراده خدا مقهور نیست. اصل کلی این است که والله غالب علی امره، اموری که در همین فصل دوم از بحث گذشت نشون میداد که غلبه از آن اراده خدای تعالی است، چون که در سوره مبارکه یوسف هم به پیروزی اراده حق اشاره شد که فرمود والله غالب علی امره. آیه 21 سوره یوسف این است، والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خدای سبحان غالب بر امر خودش هست، چون که در بخشای دیگر هم فرمود هو القاهر فوق عباده. و چون غلبه از آن خداست، پس نه ایمان و کفر کسی حاکم بر اراده حق است و نه جنگ و صلح کسی حاکم بر اراده حق. مسئله بعدی آن است که در این جنگ ها و در این سوره ها سرانجام پیروزی از آن حق است، چون قرآن کریم این را به عنوان یک اصل وحده داد که اسلام آمده تا بر همه ادیان و مذاهب پیروز بشود، گرچه دین غیر از یکی نیست به نام ان الدین عند الله الاسلام و نمیتوان گفت ادیان، لکن دینهای ساختگی را هم احیانا دین یاد میکنن، نظیر اون چرا که فرعون به قومش گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. مجموعه این عقاید را وقتی ادیان بنامیم خیر الادیان میشود اسلام، و اسلام آمده است که بر سایر ادیان پیروز بشود و زمین را بیش از یک حکومت و بیش از یک دین کسی اداره نکند. این همون دوتا آیه سوره توبه و سوره صف است که این چنین فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، که در آیه 9 سوره صف این چنین آمده است.
پس از قرآن کریم برمی آید گنشا آرا و عقائد فراوان است، تنها رأی خداست که حاکم بر زمین خواهد بود. چه این که در مسائل تکوینی گرچه علل و عوامل فراوان است، ولی تنها امر خداست که پیروز است، هم در مسائل تکوینی و الله غالب علی امره، هم در مسائل تشریعی لیظهره علی الدین کله. قهرن اون چه که جوامع بشری به سمت او حرکت می کند دین حق است، هو الاسلام، ولو توطئه‌های نزدیک یا دوری را مشرکین و امثال مشرکین ترک کنند. گاهی می فهمد یریدون ان یطفئوا، گاهی می فهمد یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و یعبا الله الا ان یتم نوره، یا والله متم نوره، طبق تفاوت های این دعایه. ولو کره الکافرون، ولو کره المشرکون، و کفا بالله شهیدا، این سه تعبیر است در سه آیه. هر که کافران و مشرکان نخواهند، خدای سبحان دینش را سرانجام پیروز خواهد کرد. وقتی دین پیروز شد، متدینین وارث زمین می شوند. این همون آیه است که فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء، لاکن فرمود یرثها عبادی الصالحون. و در جنگ ها خدا خود را پیروز می داند. اونگاه می فرماید به این که چون خدا پیروز هست، زمینه برای نفوذ دیگران نیست. در سوره صافات فرمود به این که وین جندنا لهم الغالبون، غلبه از آن ستاد و سپاه حق است. آیه 171 و 172 و 173 سوره صافات، ولقد سبقت کلمتنا لعباد المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. چه این که در سوره مجادله این آیه هم قبلا گذشت که کتب الله لاغلبن انا و رسولی. پس چه در نظام تکوین اون چه که حاکم از اراده حق است، چه در نظام تشریع اون دینی که حاکم بر زمین است اسلام خواهد بود. و قهرن صالحان همون مسلمان و مؤمنان راستین هستند که وارث زمین می شود. بسیار خوب، اگر با زمان ظهور خود حضرت سلام الله علیه تطبیق کند که نعم المطلوب، نشد زمینهایی که برای ظهور اون حضرت فراهم می شود اون هم مصداق این اصل است، ولی بالاخره بشریت به سمت دین حرکت می کند. در بخش های دیگر هم این مسئله ان الارض لله یورثها من یشاء آمده و مسئله یرثها عبادی الصالحون مطرح شد. عمده آن است که در ذیل بحث های گذشته دو تا قانون بود که اون دو تا قانون ارجاع شد به بحث بعد و الان جای وفای بعد است و طرح اون دو تا قانون. یعنی در ذیل آیه 251 که فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، دو تا قانون را سیدنا استاد اونجا مطرح کرد که ما تحلیل اون دو تا قانون را به بعد منقول کردیم که الان جای طرح اون دو تا قانون است. و این است که این ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین، این گونه از آیات آیا با قانون تنازع بقا و انتخاب احسن هماهنگ و همین دوتا قانون طبیعی را قرآن دارد تبیین می کند یا محتوای قرآن چیزی دیگر است؟ اگر محتوای قرآن تبیین همین دوتا قانون تجربی است به چه دلیل؟ و اگر محتوای آیات قرآنی تبیین این دوتا قانون نیست، پس تبیین کدام قانون است؟ آیا تبیین قانون تبعیت محیط است که فرضیه تنازع بقا و انتخاب احسن به فرضیه تبعیت محیط و انتخاب اصله و احسن تبدیل شد؟ آیا مضامین قرآن برای تبیین قانون تبعیت محیط و انتخاب احسن است یا نه؟
اگر برای تبیین قانون تبعیت محیط و انتخاب احسن است چرا؟ و اگر نیست پس برای تبیین کدام قانون است؟ اون چه که از مجموع این حرف ها برمی آید مسئله انتخاب احسن را نوعا صاحبان علوم تجربی پذیرفتند، منتها علت انتخاب احسن و این که ضعیف باید صدای قوی شود و این که باید حسن در پای احسن قربانی شود بر اساس تنازع بقاست یا تربیت محیط، تا حدودی پذیرفتن که نظام به سمت انتخاب احسن حرکت می کند، ولی منشأش تنازع بقاست یا تبعیت محیط اختلاف دارند. این بحث ها که در علوم طبیعی و تجربی به زعم خود حل کردن میگوین انسان هم یک پدیده اجتماعی است، جامعه هم از یک نظر یک پدیده طبیعی است. بر مبنای تنازع بقا و انتخاب احسن این دوتا قانون در جوامع راه دارد تا جامعه برتر شکوفا شود. بر اساس قانون تبعیت محیط و انتخاب احسن پدیده اجتماعی به استناد این دو قانون با هم ناسازگارن پدیده های اجتماعی تا جامعه برتر انتخاب شود و بماند. پس محل مسئله جامعه شناسی به مبنای پدیده طبیعی شناسی وابسته است اولا، و جامعه برتر یا رو تنازع بقا یا رو تبعیت محیط میماند. اما همه این حرف ها در محور حسن و قبح طبیعی است، چون صاحبان علوم طبیعی و جامعه شناسی احسن را در همون محور طبیعت یا علم و اجتماع خلاصه می کنند، ولی قرآن دید دیگری دارد به تعبیر سیدنا استاد رضوان داره. اونها که مبنای علوم طبیعی را قانون تنازع بقا و قانون انتخاب اصلح می دانند و جامعه را هم یک پدیده وابسته به نظام طبیعی می شمارند، این چنین می گویند که محصول تجارب بشر این است که افراد یک صنف و اصناف یک نوع و انواع یک جنس همه با هم درگیرند و همیشه ضعیف اعمال قوی تا اون که قوی بماند. کشفیات هم نشون میدهد انواع ضعیف رخت بربستند و نوع قوی مونده است. چون نظام طبیعی بران است که ضعیف اعمال قوی و پدیده اجتماعی هم از یک نظر به طبیعت تکیه می کند، قهرن افراد یک صنف و اصناف یک نوع و انواع یک جنس از در پدیده‌های اجتماعی، اونها که ضعیفن پایمال ملت‌های قوی و مترقی می‌شوند و در نتیجه اون ملت راقیه می‌ماند. حالا یا این ملت راقیه همون زعم زائمان کمونیست که کمونیسم این مکتب کمونیسم خواهد بود، یا ملت راقیه ملت‌های دیگری است نظیر کاپیتال و مانندان، تا ترقی را در چه بدانند و حسن را در چه بیندیشند. الان بحث در روبنا نیست، بحث در زیربناست. این گونه از تفکرات اگر در برخی از مفسران راه پیدا کند، مسئله یرثها عبادی از صالحون یا کتب الله لاغلبن انا و رسولی یا لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض فسدت الارض را بر اساس همین علوم و مقدمات تجربی تفسیر می کنند. سیدنا استاد رضوان الله علیه می فرمایند اولا در بحث هایی که یقین معتبر است انسان باید به بدیهی و اولی تکیه کند و سخن بگوید، نه به فرضیه. فرق است بین قضیه بدیهی و قضیه فرضی. قضیه فرضی به پیش فرضها همان است که از اونها به عنوان اصول موضوعی یاد میکنند. اصول موضوعی یک سلسله قضایای نظری پیچیده است که ممکن است در جای خود هم حل نشده باشد
ولی وقتی در این مسئله از اون اصول سخن به میون می آید، میگن کما فی محله. این کما فی محله یعنی این مسئله باید در جای خود حل بشود. اینجا ما به عنوان پیش فرض و اصل موضوعی از او استمداد می کنیم. مسئله ای که به مقدمه ای وابسته است که اون مقدمه را با کما فی محله باید تثبیت کرد، اون مسئله علم و جزم بالفعل نصیب کسی نمی کند، زیرا بعضی از مبادی این جزء اصول موضوع است و اگر مستمع خوشباور بود و به گوینده اطمینان داشت این میشه اصول موضوعه، و اگر نه به عنوان مصادرات تم مثل مبادی، پس فعلا چیزی حل نشده است. مسئله ای که بعضی از مقدماتش با کما فی محله تطبیق می شود مسئله مبرهن بالفعل نیست. علوم تجربی یک مقدار مهمش به فرضیه وابسته است. فرضیه هم یک سلسله اصول موضوعی تثبیت نشده است، غیر از قضیه بدیهی است که یا بالفعل حل شد بدیهی بالاصل بود، یا به بدیهی بالاصل تکیه کرد مبین شد. به تعبیر رائج فنی مقدمات یا باید بیان باشد یا مبین، یعنی یا بدیهی یا به بدیهی استناد داشته باشد. و پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعی که به فرضیه وابسته است مشکلی را حل نمی کند، جذب‌آور نیست. تعبیر لطیفی در کتاب شریف روش رئالیست دارم به عنوان اصول فلسفه، می فرمایند به این که قضیه فرضیه مشکلی را حل نمی کند، بلکه قضیه فرضیه برای آن است که یک متفکری فقط به او تکیه کند و خودش حرکت کند. نظیر پرکار، هر کار دو پا دارد، یک پای متحرک و سیال، یک پای لنگ و ثابت. اون پای لنگ و ثابت کاری نمی کند، فقط می ایستد تا دیگری بگردد و دایره رسم کند. کاری از پای لنگ پرکار ساخته نیست، کار را اون دیگری می کند، اون پای متحرک می کند، وگرنه اون پای ثابت کاری از پیش نمی برد. یک تنظیریشون در روش رئالیست از اصول موضوع و قضیه فرضیه و پیش فرض دارن. می فرماین قضایای مفروض مثل پای لنگ پرکار است که پای دیگر به او تکیه می کند تا خودش بگردد، وگرنه او اهل حرکت نیست. قضایای فرضی و اصول موضوع و پیش‌فرض‌ها به منزله پای لنگ پرکار است، خودش روان نیست، نمی رود تا ببرد. و اما قضایای بدیهی چنینن، خودشون روانن و بار قضایای نظری رو هم به دوش میکشن. در این علوم فرضیه مسئله تنازع بقا نه بیان است نه مبین. البته یک مقدار شواهد تجربی تأیید می کند، در حد مظنه خواهد بود، اما تا به صد در صد نرسد جذب‌آور نیست. تنازع بقا هست و متقابل هم هست، اما انتخاب احسن نیست. برای که خیلی از افراد قوی ما می بینیم نوعهای قوی رد بربستن، به گیاهان ضعیف همچنان موندن، حیوانات ضعیف همچنان موندن. هیچ دلیلی بر این نیست که اون که قوی تر است یقینا می ماند و اون که ضعیف یا ضعیف تر است یقینا رد برمی بندد. همین علوم فرضی و اصول فرضیه قانون تنازع بقا و انتخاب احسن را به صورت قانون تبعیت محیط به انتخاب احسن و اصلتش تبدیل کردن. گفتن اگر چنون که ما افراد ضعیف یا اسناد ضعیف یا انواع ضعیف را در محیط مناسب بپرورانیم اینا میمانن،
و قانون تنازع بقا به قانون تبعیت محیط تحول یافت. یعنی نوع اگر در یک زمان خاص، در مکان خاص، در یک شرایط مخصوصی قرار بگیرد، اولا سعی میکند که خود را با آثار محیط هماهنگ کند، ثانیا آثار مناسب محیط او را میپروراند و نگه میدارد و حفظ میکند. پس قانون اساسی در تحقق و بقای انواع حیوانات تبعیت محیط است. این را هم باز عده نقل کرد که ما در محیط های گوناگون میبینیم با حفظ همه شرایط باز ضعیف مونده است و قوی مثل ضعیف مون یا گاهی رخت بربست. یک اصلی باشد که انسان 100% روی اون تکیه کند و بگوید یه امر قطعی است و بعد مسائل جامعه شناسی را بر همین پدیده طبیعی شناسی متکی کند و دین را هم یک پدیده اجتماعی بپندارد و در باره دین اونچنون داوری کند که در باره فسیل ها و گیاهان و حیوانات و ستاره ها اظهار نظر می کند، فاصله ها فراوان است. اولا دین یک پدیده اجتماعی نیست، به وحی الهی وابسته است و ثانیاً زیربنای اصول موضوع است نه اصول بدیهی. بنابراین نمی شود مسئله لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض را روی این اصول یاد شده حل کرد. از اون طرف کسانی بودن که همکنون هم می گوین قد افلح الیوم من استعلا، هر کی زد و بند کرد و قدرت نمایی کرد برنده شد. حرف آل فرعون دیروز را امروز هم می گوین که قد افلح الیوم من استعلا، تا انسان بیاید بگوید قد افلح من تزکا نه افلح الیوم من استعلا، فاصله خیلی زیاد است. تا انسان بگوید دین نظیر درخت نیست که هر درختی که نیرومندتر است بماند و هر گیاهی که ضعیف است رخت بربندد، یا نظیر فسیل ها نیستند یا نظیر حیوانات نیستند، و صلاح جامعه در زد و بند نیست تا بگوین قد افلح الیوم من استعلا. صلاح جامعه در وارستگی است. سخن از قد افلح من تزکاست، نه سخن از قد افلح الیوم من استعلا. این دو طرز تفکر است. اصلا باید دین را دستش رو گرفت به آسمان رسوند کما هو الحق، نه پایش را گرفت به زمین کوبید که دین را یک پدیده اجتماعی بدانیم. نظیر سنت ها، نظیر عادت ها، نظیر رسوم نیست. اقوام و ملل البته هر کدام عاداتی دارن، آدابی دارن، سننی دارن، رسومی دارن، هیچ کدام از اینها به آسمان بسته نیست. همه این سنن و رسوم ملی و مردمی پای اونها به گل رفته است. احیانا میتوان درباره این گونه از عادات و سنن و رسوم نظری مساعد با نظر پدیده های طبیعی داد، چون اون گونه از ادیان ساختگی از زمین برخاست. اما وقتی ادیان الهی مطرحن که سخن از اوهیه الیک است، سخن از ما ینطق عن الهواس، نمی شود علوم تجربی وابسته به طبیعت را حاکم بر وحی سمایی کرد که منزه از ارتباط به طبیعت است. باید اولا درباره دین یک سخن عمیق مطرح کرد که کاری به طبیعت ندارد، برای پرورش طبیعت زدگان است، نه خود مولود طبیعت باشد. و ثانیاً اون قوانین قوانینی نیست که به او قضایای بدیهی تکیه کند، به پیشفرضها وابسته است. اون چه که خدای سبحان درباره دین نظر میدهد این است که اولاً پدیده های اجتماعی این گونه از امور را دارند، پدیده های طبیعی این گونه از امور را دارند، تا حدودی تجربه اینها را تأیید می کند، اما به عنوان اصل متعارف نیست، اصل موضوعی است. این یک مطلب. و دست دین را به آسمان بند کرد، نه پای دین را به زمین. لذا فرمود اصلا به فکر بشر نمی رسد که ادیان الهی را تدوین کند. و توی پیامبر هم علیه آلاف و تحییت و سنا از اون جهت که بشری زبانت را بدون اجازه ما حرکت نده، لا تحرک بهی لسانک لتحزر به ان علینا جمعه به قرآنه، تا از اون نظر که بشری اصلا حق حرف نداری با اینکه جز نوابقی.
و همه انبیا از اون جهت که بشرن حق دهن باز کردن ندارن، در این حال که نوابغ بشرن. فرمود من گفتم لا تحرک، او هم اطاعت کرد، ما ینطق عن الهوا. من به او گفتم دهن رو ببند، او هم گفت کش. اگر شما در بین اولین و آخرین بخواد یه نمونه پیدا کنید، نمونه کاملش وجود مبارک حضرت است. خدا به او فرمود دهن رو باز نکن تا من نگفتم، چون دستور داد که تا من نگفتم تو نگو. او هم اطاعت کرد، بعد خدا از اطاعت او خبر میدهد که به ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اول خدای سبحان او را تعدیب کرد، فرمود دهن باز نکن، برای اینکه تربیت انسانها به ابدیت انسانها وابسته است. این غافل از یه راه دور آمدن، یه راه ابدی در پیش دارن. شما یه مسافری که نمیداند از کجا آمده و نمیداند به کجا میرود، فقط یک ساک دستش حق راهنمایی نداری، خودش هم نمیداند از کجا آمده به کجا میرود، شما چیر میتونی راهنمایی کنی؟ این قافله انسانیت از ابدیت آمد به ابدیت میرود. سخن از یک میلیارد سال و هزار میلیارد سال و میلیارد میلیارد سال نیست، ابد است که ابدیت تا و حتی ندارد. و این غافله را شما میخواد راهنمایی کنید، از کجا میدونید که رو چی رو باید راهنمایی کرد؟ لذا فرمود زبانت حرکت نده، دهنت حرکت نده، باز نکن تا من بگویم. اون وقت که گفت فرمود هر چه من گفتم به مردم ابلاغ کن. به مردم فرمود که اون چرا که رسول من میگوید 100% وحی است و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این میشه وحی 100%. پس دست وحی به بالا بسته است، نه پای دین به زمین. رو اصول جامعه شناسی نمیشه درباره دین بحث کرد، نه اصول طبیعی درباره دین بحث کرد. البته اونها یه بحث‌های لازمی است در حد علل قابلی، و اگر کسی خواست رو قانون علیت سخن بگوید، علت مادی شناسی کمک میکند، علت قابل شناسی مدد میکند. اینا عناصر مادی هم مردم پذیرای دینن، عادات مردم، رسوم مردم، سنن مردم، محیط مردم، اقلیم مردم، خصوصیت رنگ و پوست مردم پذیرای دین است. دین چیز دیگر است، دین که مثل معدن نیست که با شکاف کوه در بیاد، یا نظیر گوهر دل دریا نیست که با قواسی در بیاد، یا نظیر ماه و ستاره نیست که تو آسمان ظاهری باشد. این جهان نیست که کسی با سفینه های سرنشین یا بی سرنشین برود تو آسمان ها دین پیدا کند، این چنین نیست. بنابراین از عمق دریاها تا اوج آسمان ها را انسان بگردد، از وحی خبری نیست، وحی جای دیگر است و دین به وحی بسته است. یک روح قدا مقدس منزه پاک می تربد تا بتواند از باب لا یمسوه الا المطهرون وحی بیابد، و اون مطهرون رو هم مشخص کرد در آیه تطهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت بطهرکم تطهیرا. یه همچین انسانهای ملکوتی بلکه فوق ملکوتی می تلبد تا دین را تحویل بگیرند به مردم ابلاغ کن. این چه کار به اصل تنازع بقا و مسئله انتخاب احسن و اینها دارد؟ اون احسنی که صاحبان علوم تجربی میگوین یا مرام کمونی کمونیسم است یا کاپیتال کاپیتالیسم ها، و اما اون احسنی که خدای سبحان میگوید و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا، در موضوع قضیه اختلاف است، در محمول قضیه اختلاف است، در ربط بین موضوع محمول قضیه اختلاف است، در مبادی تصوریه و تصدیقیه اختلاف است. هرگز نمی شود مسئله لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض را با تنازع بقا و انتخاب احسنی که تو گیاهان و حیوانات و امثال ذالک است تطبیق کرد. دین اصلا یه همچه پدیده ای نیست. اگر یه همچه پدیده ای بود که بشر پیامبر نمی خواست. اونا که فکر میکردن دین ساخته خود بشر است، او البته به خودش یه همچه اجازه خامی میده چون دین را نشناخت. حالا یا جاهل قاصر است یا جاهل مقصر، اما وقتی ثابت شد که انسان دارای روح مجرد است و ابدی است
و حیات اصیل او از مرگ به بعد شروع می شود و یک موجود زنده ابد، قضای ابد می خواهد، او می تواند بفهمد معنای تزود و فهم خیر از زاد تقوا یعنی چه؟ یعنی شما مسافرید، مسافر رهتوشه می خواهد و زاد المسافرین تقواست. اونگاه احسن در این اون از امور یا به تقوا برمی گردد یا به کرامت برمی گردد و امثال زاله. بنابراین این گونه از بحث ها کمک می کند، اما این چه نیست که قرآن در این محورها خلاصه بشود. با توجه به این اصول، یعنی تنازع بقا فل جمله نه بل جمله، تبعیت محیط و تأثیر تربیت و تطبیق با محیط فل جمله نه بل جمله، اون چی که زمام بحث را به عهده می گیرد این است که گرداننده این نظام خداست و خدای سبحان انسان را برای هدف خلق کرد و هدف او در شهود و خلوص اوست، یعنی علمن شاهد باشد و عملن خالص. هر چه که به فهم و عمل برمیگردد باید این فهمهای حصولی به شهود برسد و هر چه که به کار برمیگردد این کارها باید به خلوص برسد. اگر در علم شاهد شد و اگر در عمل خالص شد مخلص می شود و در بین مخلصین خدا عده را برچین می کند، استخلاص می کند، اونها می شوند مخلص که گل سرسبد جوامع بشری هم و اونها انبیا و اولیای هم و بارزترین مصادیق اینها در بین اوسیا علی اولاد علی علیه مصطلات علیه مصطلام هم و کاملترین مرحلش در زمان از حضرت صلوات الله و سلام و علیه که صاحب اثرت ظهور می کند این است که لیوزهر هوا علی دین کلی، این است که ولوکر هل کافرون ولوکر هل مشمون و کفا بالله شهیدا. اینجاست که ان الارض لله یورث ها من یشا، انسان تا با خدا ارتباط نداشته باشد که از خدا ارث نمی برد. این با کسب نیست، این ارث است. ارث را انسان با کشفیات و با پیشرفت علوم و صنایع به دست نمی آرد. اگر عبد صالح بود وارث مولاست، چون عبد است که با مولا ارتباط دارد، و اگر ارتباط نبود که ارث نمی دن به کسی. چیزای کسبی غیر از چیزای ارثی است. فهمون زمین رو شما یه وقتی کندوکار بکنید احیا میکنید، من احیا ارزن میتتن فهیله، این یه روز به دست شماست یه روزم به دست دیگری، این شما ارث نبردید. اگر مالی را انسان از پدر ارث ببرد این گرچه به اثر ظاهر ارث است ولی روحن کسب است. اما ان الارض لله یورثها من یشا، اون من یشا کیست؟ یرث عبادی از صالحون. کبرا را یک آیه مشخص کرد، صغرا را یک جا. فهمون زمین مال خداست، به هر که خواست میده. خب اونا کیانن؟ اونا صالحینه. نه الذین عملوا الصالحات. اون عرض را در جای دیگر فرمود که اورثنا الارض، اون آیه مربوط به عرض آخرت است. اما این زمین است. خب اگر کسی نخواست با خدا ارتباط پیدا کند، خدا دعایی ندارد ارث بده. اگر 2500 سال ساکت بودن، خب دیگران حکومت میکردن. اگر الان 10 سال از چه قیام کردن، خب ارث میبرن. این چنین نیست که رایگان ارث بدن، که انسان باید پیوند برقرار بکند تا ارث ببرد. نشود نمیشود. اما خدا فرمود یه دمی آیند که با ما رابطه دارند و زمین مال اونهاست. ان الارض لله یورثها من یشا، چون خدا حکیم است مشیت او هم بر محور حکمت است. اون من یشا کیانند؟ یرثها عبادی از صالحون. صالحون بالاتر از عمل و صالحات است. یه وقت انسان کار خوب میکند، یه وقت از آدم خوبی. اون که کار خوب میکند احیانا میلغزد، اما اون که آدم خوبی همواره ثابت است. لذا بین از صالحین که ناظر به صلاح گوهر ذات است، با عمل و صالحات که ناظر به صلاح در مقام فعل است، خیلی فرق است. زمین را آدم های خوب ارث میبرن، نه کسانی که کارهای خوب میکنن. باید خوبی در گوهر ذات راه پیدا کنن. اونگاه هم دین شناسی مشخص میشود، یعنی که
و هم این را رو نظام کلی که لله عاقبت الامور علی الله تسیر الامور انسان حل می کند و این که سرانجام اسلام بر عالم حکومت می کند حل می کند و هر زمینه ظهور حضرت را با برهان عقلی می توان فراهم کرد و آیات هم همین را تأیید می کند. و الحمد لله رب العالمین.